بسم الله الرحمن الرحیم. مادری محسن مشکلی نداشتیم، با هم درس میخوندیم، من و همسرم با هم کارامون رو انجام میدادیم، همیشه با هم تصمیم میگرفتیم برای کوچکترین کاری. دختری من مهسا یه دختری بود که بین دوست داشت، خیلی خیلی یه دختری پر شور و هیجانی بود، یه دختری خیلی شادی بود و دانشگاه که میرفت و میمد، حتی ورزش، دانشگاه، کلاسای آشپزی، فعالیتش هم خیلی بود تو جامعه و دختری خیلی اجتماعی بود. خیلی در دستم موفق بودم، هیچ مشکلی نداشتم و خیلی هم به دست و رشتم علاقه من بودم. اصلا از نظر ناراحتی و فکر اینو کوچکترین ناراحتی به خودم نمیدیدم که فردا چی میشه اینا. و خواستگارم که خیلی داشت، مرتب برش خواستگار میمه، بنابود که یه ترم دیگه ورزش که میگذرون، بنابود مربیه ای رو بیچ بشه. خیلی پیشرفت کرده بود تو کاری ورزش. پدر مادر مذهبی داشتن، خانواده خیلی مذهبی داشتن، خودشون مذهبی بودن، نماز اول وقت بخونن، مثلا خمس و زکات به موقع، حتی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردن برای اینکه مطمئن باشن همیشه میدادن. یعنی از لحاظ مذهبی و اینا خیلی تقید داشتن، منم هم همینطور. البته ایشون از من حتی خیلی بهتر بود، خیلی مراقب تر بود، مثلا اول وقت نماز خوندن و کارهای دیگه. وقتی که فهمیدیم قرار بچه دار بشیم، یه خوشی به خوشیامون اضافه شد. وقتی بچه به دنیا اومد، مثل این که خدا دنیا رو به همون داده. یعنی زندگیمون جوری بود که هم کلن همسرم اخلاق خوبی داشت، تو فامیلشون اصلا ضرب المثل بود، ایشون میخواستن پسر خوبی معرفی کنن، همیشه ایشون رو مثال میزدن. خیلی علاقه شدیدی هم به لحاظ دینی به قرآن داشت، خیلی قرآن میخوند، به نماز خیلی علاقه داشت، نمازش رو حتما اول وقت میخوند و یکی دیگه اینکه غیبت هم اصلا نمیکرد، از همه مهمتر. رفتیم مشهد و دم سرخخونه طلایی، اونجا عکس گرفتیم، اونجا یه حالت عجیبی داشتم، بچه بغل با آقا امام رضا علیه السلام، همینجوری اگه به زبون می آوردم یا نمی آوردم حالت عجیب بود و حالت چجوری بود، اگر گریه می کردم گریه شادی بود. هنوزه که هنوزه خاطر اون لحظاتی که این بچه بغلم بود، رو به سرخخونه، رو به پنجره فولاد استاده بودم، مثلا یه روزی بود اون روز. یعنی حتی مقبول سعی داشتم، حتی سنشون بیشتر میشد، سعی داشتم رفیق باشم باهاشون. من میخوام یه خلاصه ای از تجربه‌ام از عرفان حلقه بگم که چطور آشنا شدیم و در واقع به کجا ختم شد. عرفان کیهانی، هر دوره که میگذرونیم این پایان دوره است. یک دوره هم که تیدی، یعنی تشعشع دفاعی، دوره تشعشع دفاعی بوده. من جزء اعضایی هستم که آقای مربیگریم جلسات داشت. تقریبا 4 سال پیش یکی از همکارای همسرم توی محل کارشون که جای دولتی هم هست، به همسرم معرفی کردن کلاسو. خودت رو یکی از آشناهای، نمیتونم بگم فامیل، آشناهای سببی
توی کلاس های شرکت میکرد. ایشون با خواهر خانومم همجوری که میگم یه آشنایی سببی داشتن با ایشون در تماس بود، این خبر رو داد، اونو برد تو کلاس های خودشون. بعد خواهر خانومم به دخترم پیشنهاد کرد اول، کشید تو اون را، بعد دخترم هم مادرش رو برد، خواهرش رو برد و خیلی. دخترم اینو بردش تو کار الفان حلقه؟ اصلا دخترم اینو بردش تو کار فرادرمانی؟ نحوه آشنایی من با الفان حلقه برمیگرده به سال 85 که از طریق یکی از بستگانمون که تو این کلاس ها شرکت میکردن و دورها رو گذرونده بودن. کسی هم نمیشناخت دور رو برامون. اون خانمی هم که معرفی کرد در همین حد گفتش که کلاس ها خیلی مناسبه و من خیلی نتیجه گرفتم و خیلی راضیم. این بود که یه مستر خانومم، مربی خانومم معرفی کرده بودم، ما یه جلسه رفتیم سر کلاس که توی خونه برگزار میشد. اون موقع که اصلا نمی‌دونستیم کلاس چیه که. البتهشون توی منطقه کلاً متوسطی بود. غالب مثلا افراد اون منطقه همه چادری و اینا. هیچ مشکلی ظاهرا به چشم نمیخورد، چیز خاصی نبود. اون موقع با اشتیاق می‌بردیم مطابق کلاسایی که قبلا کلاسای خانوما می‌رفتن، با اون حساب می‌رفتیم. من که خب همینطوری به عنوان مثلا کلاس یاد می‌رفتم همیشه. در طول این ارتباطا من و مادرم و پدرم بودیم که بار اول تو این ارتباطا بودیم. یه سری حرفای کلیه که همه از قبلم هم زده بودن، در مجموع به نظرم یه چیز متوسطی اومد که دیگه ادامه هم ندادم. ولی همسرم رفت دوره های مستری رو گرفت و شروع کرد کم کم کلاس گذاشتن. که الان فهمیدم نماز خوندنشون نیست که دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن، نه به طریقه ای که خدا گفته. بعدن یه جورایی شد پچ هایی که دیدم این مدلی نشستن اتصال گرفتن دیدم، یا من تو فکر رفتم اینا. ولی کم کم نمازا قطع شد. به همسرم گفتم که چرا مثلا نماز دیگه نمیخونی شما، که میگفتی من خیلی تو ارتباطا حس خوبی از نماز دارم و اینا. گفت نماز فقط یه درکه، وقتی من درکشو گرفتم دیگه کافیه، دولارات شدن مکانیکیه و این نماز دیگه کلا از برنامه ایشون رفت کنار. منم البته همینطور، منم یه دوره‌ای شد که نماز نمیخوندم. میرن یه گوشه میشینن دستشون اینجوری میکنن، اسمشو میذارن اتصال گرفتن، یعنی اتصال میگیرن. بعد دیدم که یواش یواش راجع به نماز پیگیر شدم، دیدم که نماز اینجوری، بعد علنی اعلام کردن که نمازی که شما میخونین نماز نیست و اشتباه میکردین چندین ساله، این 100 ساله 200 ساله نماز خون این صحبت. یعنی وقتی کسی که نماز میخون میگفتن خب شما فعلا نمازت رو بذار کنار یه مدتی، بعد از اینکه تو دوره های 7 و 8 ما به شما حلقه های نماز رو میدیم، حلقه های صلات رو میدیم. میگفتن که شما وقتی نماز که میخونین دچار حمله های غیر ارگانیک میشین، یعنی وقتی که دارین مثلا خدا رو عبادت میکنین این شیاطین و در واقع جن ها به شما حمله میکنن. در واقع نماز رو موقتا کنار بذارین تا دوره های بالاتر که ما به شما حلقه رو بدیم. یعنی من که نماز میخوندم بی احترامی به نماز میکردم، مسخره میکردن نمازو. البته اونا نمیگن مسخره میکردن، میان گفته دورجون کمرت بزنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این نمازه میخونی، این اتصالی که ما میگیریم پدر جد اون نمازی است که شما میخونید. یه تئوری داره به نام تئوری ترمز دستی، ایشون میگن که این نمازایی که شما میخونید اینا باید ترمز دستیش کشیده بشه. بعد خود من باز از ایشون سوال کردم و گفتم که خب این خیلی اصلا اینجا میگن 4 سال 5 سال تومزستی نمازشون کشیده شده و خب بی نماز هستن، نماز نمیخوندن. بله توضیح دادیم، گفتیم که وقتی ترمز دستی روی موشمندی میگیشه روی سر عبادات ما، یکی اینه که ما بدونیم رسم به جا نمیاریم، گرسته که به جا میاریم، این رسم و این دستیشون که یکی از آموزه های انحرافی این فرقه در خصوص نماز است که میگوید لزومی به رونمودن به قبله ندارد و به هر سو رو کنی خداست و نماز اتصال یافتنی است نخواندنی، و تا زمانی که شرایط اتصال را در نماز پیدا نکرده اید لزومی ندارد نماز بخوانید، و نامش را ترمز دستی نماز میگذارد. شش جهت است این وطن قبله، در آن یکی مجوز. یه آیه قرآنه، فعینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنی خدا هست. بعد من خودم سوال کردم، از یکی از مسئله سوال کردم، گفتم که
خب بابا اینم آیه قرآنه که خدا ما به پیغمبر و مسلمین فرمان میده، میگه هر جا که بودید هنگام نماز رو به مکه بکنید. در همون سوره هم هست، در همون سوره بقره هم هست، چند آیه تفاوت داره. این آیه های قرآن نیست؟ قبله معنوی ما خداوند همه جاشون حاضر داره. اصلا آیه قرآنه که رو به شرق و غرب، من حرام بهت نمیگم. یعنی یه سر آیه ها رو من استفاده میکنن بر میدارن، یه سر آیه هایی که به نفعشون نیست که نو نازل نشده. همسرم میگم این نمازی که ما میخونیم، نماز که ما نه، این اتصالی که ما میگیریم پدر جد اون نمازیست که شما میخونیم. من سه خط میخونم. آقا من گوش نداره. باش. بله گوش نداره. گوش نداره. آقا بده من میخونم. پس شما نمیخونی دیگه نه؟ خیلی خوب، اشکال نداره، من خودم میخونم. صلات را اتصال یافتم بین خود و او که میخواهم مقیم آن باشم و با آن ساکن سر کوی او شوم. میخواهم مقیم اتصالش باشم تا حضورش را دریابم. صلات که منظور همون نمازه، اتصال با اوست و اتصال برقرار کردنی است نه خواندنی. یعنی از نظر شما نماز خوندنی نیست، اتصال دیگه. مؤمر الله بیان یوسل. ببینید این چیزیه که این آقا توی کتاب خودش نوشته. مؤمر الله بیان. ببین شما دوست دارید شما معنای نماز رو نفهمیدی، معنای صلات رو نفهمیدی، نماز اینجا. آیات قبلی رو باید ببینیم، چون خود قرآن میفهمه، میگه آیه قرآن با آیات دیگه با آیه متشابهات داره، محکمات داره. این متشابهات رو ارجاع بدید با محکمات، آیات محکم، تا مشخص بشه منظور خدا چی بود. ولی اینا میان قطع میکنن، سر ته آیه رو میزنه، اون مفاهیمی که خودشون میخوان، اون چیزهای تعریفی که خودشون دارن، اون تفسیری که به قول خودشون دارن رو میخوان وارد تحمیل کنن به کلام خدا. خیلی جالب بود که مثلا میگفتن آیه های قرآن و نیکات یا مثلا آیت مثل چهار قول، آیت الکرسی رو، اینها رو به دیوار خونتون نباید نصب کنین، تو محل کارتون اصلا نباید اینا رو بذارین. به شدت من از این کار برحذر میکردم. و این یکات خوندن و گذاشتن تو اتاق و اینا رو رد میکنن. من چند دفعه و این یکات و چیزهایی که معمولا تو خانواده های مذهبی هست از این جور چیزا دیدم که پشت در دیوار اتاقم تو کوچه بود، تو خیابون بود. یه زمانی که تو خونمون خیلی همسرم هنوز من نمیدونستم اوضاع از چه قراره و ایشون رو زده بودن، بعد اون نماد عرفان کیهانی و طبق همون حرفایی که میزنن که آیه قرآن تیکه تیکه نباشه، یعنی چی که ما یه چهار قول بزنیم به دیوار؟ مگه ما وابسته این آیه ایم؟ مستقیم به خدا وقتی وصلیم نباید این نمادای شرک رو بزنیم؟ اینا رو جمع کرده بودن که ما یه هرز مثلا بالای در داشتیم، هرز حضرت علی بود، اینو برداشتن. حالا من اون موقع البته خیلی نه موافق بودم نه مخالف، ولی از لحاظ ذهنی وابسته نبودم. خب چه شما اون هرزو بذاری چه نذاری، دیدم همسرم جمع میکنه، مشکلی نداشتم، یعنی نگفتم آره، نگفتم نه. ولی احساس میکردم واقعا محیط خونه بعد از اون مثلا چقدر مسترها اومدن خونه ما و رفتن و یه فضای بد سنگینی شده بود که حتی کسی هم میومد میگفت خونتون یه جوریه، خیلی سنگین و ناجور شده. و چیز دیگه که هست، روزی که مستر اومد اینجا به من گفت باید برای خونتون اعلام پاک سازی کنم، من نمیدونستم پاک سازی چیه، گفتم حتما، گفتم برای کجا، برای اتاق دون اینا. منم حقیقتش اون موقع آمادگی نداشتم، گفتم من الان آمادگی ندارم شما بخند پاک سازی کنین برای اتاقای ما. گفت نه، پاک سازی نیست، فقط شما اجازه بدین من برای دون اعلام کنم پاک سازی. منم گفتم با اعلام کنین پاک سازی، اگه میدونین بهتر میشد اعلام کنین، اعلام پاک سازی کنین. گفت هر چی دعا دست نویس هر چی داریم بیاریم و من این آوای پیشم باشه. یه دعام تو گردنی مهسا بود، اینم در آوردست تو گردنش، یه این یک کادی طلام بود، گفت اگه اینم طلا نبود اینم در میبردم، از تو گردنش میبردم. شروع میکرد با دستشون یه ارتباطی رو میدادن، یعنی در واقع یه جاهایی مثلا کل خونه رو با دست ارتباط میدادن. مثلا وقتی خونه ما رو پاکسازی دادن، من یه کتابخونه‌ای که داشتم گفتن که تو این کتابخونه چی داری؟ من گفتم که خب کتابام هستش و چی و اینا. بعد یه ذره که نگاه کردن یه کتاب کوچیک معجزات آیت الکرسی بودش، گفتن اینو از اینجا جمع کن. من پرسیدم چرا؟ همینجوری جواب دادن به خاطر اینکه آلودگی جذب میکنه. من اون موقع اصلا برام واضح و روشن نبود که چرا آلودگی جذب میکنه. به من گفتن مفاتیح رو از خونتون باید بردارین، از خونتون دور کنید، مفاتیح خودش آلودگی جذب میکنه، یعنی باعث جذب شدن این نیروهای منفی و در واقع جن و شیطان به خونتون میشه.
یعنی اونا باید اصلا از خونه دور بشه. یعنی اگه تو صندوق خونم باشه نمره منفیه، اینجوری برداشتشون. بله، در واقع طوری بودش که انگار اون فرد مؤمن رو در واقع خلع سلاح میکردن، از این طریق خلع سلاح میکردن که بتونن در واقع اون نیروهای خودشون رو به اون طرف سوار کنن. ناراحت شده بود از اینکه تو این مجلس اصلا رفته و گفت مجلسشون از همه بدتر، این که اینا اصلا میگن حرفز ائمه با پیامبرا این چیزا اهل بیت اینا هیچینی، قراره اون مستری که اونجا انرژی میده، دوتا مسترهایی که انرژی داده بودن به این و برام دست که اینا را بهش انرژی بدم خوب بشه دارم مثلا این وست شد دیگه به خدا. مستر یعنی مربی. بعد خدمت شما از کن که این همجنسباز بود، ذره ذره با مطالب و سیدی و کتاب آشنا شدیم و بعد مثلا من یه نکاتی به نظرم جالب نمیمد گذاشتم کنار. اگه از اولش کامل آدم یه برایندی میدونست کسی معرفی میکرد، خب شاید اصلا نمیرفتیم این کلاس ها رو. و شروع کارشون هم که میگن اولین چیزی که طرف مشتاق میشه بره تو این کلاس ها این کلمه فرادرمانیه که میگن یه دکتر برشی بریم، احتیاجی نیست، با فرادرمانی خوب میشن. حالا انرژی های منفی رو اینا چی میدونستن؟ در نظر خودشون یعنی توی همین عرفان حلقه میگفتن که کالبد ذهنی و موجودات غیر ارگانیک. کالبد ذهنی همون روح افراد متوفا رو میدونستن و موجودات غیر ارگانیک و جن ها میدونستن، بدون اینکه به شما مثلا شما اجازه شون داده باشی اینا وارد بدن شما میشه، حالا دخل و تصرفایی رو تو بدن شما براتون به وجود میاره، مثلا ممکنه باعث بیماری جسمی بشه و حتی ممکنه که مثلا باعث امراض روحی بشه. خودش میگفتش که در اصل اینکه جن ها من حمله میکردن، بعد این اصلا گفته جنا میزدنش. و افرادی که با این موجودات کار میکنن دچار مشکلات جسمی به دنبال اون ذهنی روانی میشن و ما به دنبال این زندگی انگلی حاشیه اینها دچار مشکلات جسمی ذهنی و روانی میشیم. این یک امر مسلمه. همین باعث میشد که ما تشویق بشیم و گرایش پیدا کنیم ببینیم خب مثلا این چی هست. بله، یه سر درد و سرگیجه داشت، سالم بود، رو پاش راه میرفت. گفت که من یه مستر باید بیارم اینجا. مستر رو برد اینجا با به انرژی داد و بعد مستر خودش شروع کرد از دهانش و چشماش و اینا آبومه دن و از بینی ها چشما و ایناش آبومه دن. من فکرم سرمو خورده، گفتم سرمو خوردین؟ گفت نه، من انرژی ما دادم به مهسا. حالا مهسا باید از امروز 10 بار اتصال بگیره. هرچی که مشکلات من بیشتر میشد این در واقع فردی که تو بستگان ما بود بیشتر به من ارتباط میداد. میگفت اگر بیشتر، یعنی توجیهش بود که هرچی بیشتر ارتباط بگیری بیشتر به خودت کمک میشه، یعنی بیشتر کمک بگیری که حالت بهتر بشه. ولی خب من بهبودی نمیدیدم. یه دفعه حالش بد شد دوباره. حالش بد شد و سردردهای عجیبی خیلی دوباره گرفت و یه دور بیمارستان بستریش کردم. MRI گرفتن، گفتن باز دوباره هیچیش نی. بدون هیچ قرصی چیزی از بیمارستان اومد بیرون و گفت ما نبوده که اتصالش رو بل کرده، دوباره اتصال بگیره. دوباره اتصال رو شروع کرد و گفت این باید بیاد تو جمعی که ما مهمونی میگیریم و تو اون جمع که بیاد انرژی ها همه رو میگیره و تو اون جمع که بیا خوب میشه. من اجازه نمیدادم، گفتم اگه میخنده بریندش خودی منم باید بیام. ایشون هم گفت نه، ما چون اینا به عنوانی مهمان میبریم باید یه نفر بیاد. تا 29 رمضونی پارسال بود که موفق شدم بالاخره، حالش خیلی بد بودین، گفت امشب بیادش. برش داشتن در رفتن توی مهمونی حدودا یه 300-400 اونجا بود و بعد که از مهمونی اومد خیلی گیجا پریشون بود. گفتم چده؟ گفت من خیلی ناراحت شدم رفتم اینجا، اصلا هم الان خوابم حالم خوب نیست، حالت خواب آلودگی داشت. گفتم چطوری بود؟ انرژی بد دادن؟ چیکار کردن؟ گفت چی یه مرد و یه زن نشستن دستشون رو به طرفم کردن و به انرژی دادن. مجلسشون اصلا اسلامی نبود، دوست نداشته بود. و یکی دیگه این که اون موقع شهادت حضرت علی بود و ناراحت شده بود که چرا اینا با لباسای قرمز اونجا ظاهر شده بودن.
هر روز رفته رفته حال من بدتر و بدتر می شد. از فرداش دیدم که حالش بدتر شده، پاهاش خیلی می کشید، خودش را می رفت، زبونه سنگین شده بود، روز به روز داشت بدنش تحلیل می رفت همیشه. تا که دو روز مونده به روز قدس بود که من دیدم یه دفعه اومد نشست رو مبل و یه دفعه کلش و سرش رو بدونه اینکه بفهمه خیلی شدید، تکونای خیلی شدیدی به خودش داد. سیاهی چشمش رفت بالا و فقط رفت بالا و فقط سفیدی پیدا شد. وقتی پدرم این ارتباط رو میدادن خب سرش به عقب میرفت یا مثلا یه صداهایی از خودش در می آورد که وقتی مثلا ما ترسیده بودیم. خب عیب نداره، عیب نداره. من خیلی ترسیدم، گفتم چی شد؟ گفت نفهمیدم. حدودم برای 10 ثانیه این حرکت رو انجام داد. حالشون بد میشد تو کلاس ها، خیلی حالشون بد میشد، جوری که میافتادن مثلا مثل آدمی که مثلا سر داره اونطوری که بالش میذاشتن زیر سرشون. و مثلا گفتم من خروج دارم، بعضی شبا حالم بده، بیرون ریزی دارم، نمیام که شما اذیت نشید. بشه دقیقا 7 روز گذشته بود از اینکه بهش اتصالی دست جمعی دادن. صبح روز قدس دیدم که صداش میاد، حالتی ناله صدا میکنه. اسخاب پریدم بالا، حدودا ساعت 8 صبح بود، دیدم که صورتش پر خونه و یه گوشه یه نشون میده و حالتی اینا که تشنج میکنن رو تخت ورجه میزنه، میترسده از یه چیزی. دستشو بالا به طرفی تاق نشون میده، اشاره میکنه به میترسه. من رفتم پشت سرش رو تختشو، بدنش کاملا لخت شده بود. گرفتمش تو دلم و هی گفتم چی شده؟ زبونش از بینی دندوناش رها کردم به خاطر اینکه خون به خاطر همین اومده بود، زبونش گیر کرده و بینی دندوناش و دندون قورچه های خیلی شدیدی میرفت. باز یکم آروم میشد، دوباره شروع میکرد، دیگه حرف نمیتونست بزنه. فقط گفتم چیزی وحشتناکی دیدی؟ دستی منو خیلی محکم فشار داد که یه چیزی وحشتناکی دیده. خواستم اون لحظه اسم اون موجودا نیارم، گفتم که نترسید. گفتم آیا شبیه هیلولا بود؟ دستی منو به شدت فشار داد. با بیمارستان تماس گرفتیم و آمبولانسا اومدن بردندش بیمارستان. و تو بیمارستانم از صبح که بردمش تا ظهر حدودا شاید 50 بار بگم بیشتر این حالتو داشت که تکونای خیلی شدیدی میخورد، انگشتشو به یه طرف میگرفت و باز آروم شد. 5 دقیقه بعد دوباره همین حالت براش تکرار میشد، میترسید، از یه چیزی میدید میترسید. من تا اون موقع نفهمیده بودم، یعنی فکر میکردم که سکته چیزی کرده. تا اون موقع نفهمیده درمانی فرادرمانیه. مامان تو استرس چی هنچی شدی؟ کی تو رو هنچ نید؟ درمانی. اگه عرفان حلقه اینجور که سرکرده های بزرگشون اگر اینطور به این شکل بود دیگه ما باید اصلا بال سردر بیمارستان ها بزنن بیمارستان عرفان حلقه، اون قسمت سردر آی سی او رو بزنن فرادرمانی. اصلا دیگه ندارین دیگه، دیگه اصلا تپ تو دانه جمع میشه و اصلا آقای تاکرنم رو زندان بود که رو سر میبردنش. این همه دنیا داره هزینه میکنه، دارو میخوان برای سرطان کشف میکنن میدن جواب نمیده، باز میلیاردها دلار خرج میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن. خب آقای با یه دست با یه چشم بس عمر خوب میکرد، اصلا نیازی نبود که چیزی اصلا آقای شرا اصلا مون تو ایران، چون آزاد بود رفت آلمان برگشت. تنکه بردن از توی اوژانس بود، بردندش توی بخش، تو بخش بردندش، بعدی بردندش تو آی سی با همراه. اونجا تو آی سی با همراه همه نوع آزمایشی روش انجام دادند و از امارای همه چی گفتن، هیچ چیزی ما هنو پیدا نکردیم. حتی ال پیش کردن به خاطر احتمال دادن که ام اس باشی، گفتن نه ام اس هم نی، گفتن هیچیش نی. این جوری شد که از حالتی کلام افتاد، قدرت مکیدن، فوت کردن، قدرت نفس بالا کشیدن و کلن چیزایی تو دهانش تمام از حرکت باز مونده بود، حتی دندوناش. و گاواژش میکردم به وسیله لولهی که تو بینیش کرده بودن، غذا بهش میدادم میخورد، تنفسش و تنفس مصنوعی برش گذاشته بودن، حال خیلی بدی داشت. حتی چشماش
حالتی ترس توش پیداست. الان که عکسشو میبینم چشماش خیلی باز شده، سسهم خیلی درست شده چشماش به نسبت به الانش، و حتی گردن ول شده بود، حتی صورت ها نمیتونست از این طرف اون طرف کنه. جالب اینجاست که وقتی که منزل ما رو پاکسازی دادن، در واقع در حال پاکسازی بودن، بعد از اینکه پاکسازی رو دادن من احساس کردم تازه پای این موجودات به زندگی ما باز شده، و یه حالت ترس توش میدیدم. تا اینکه با یک تماس گرفتم، گفت جای نبرد ایندش، گفتم یه همچین مسئله فرادرمانی، طرف گفت مال همینه. آقا دست این رو گرفتی برد شده، فوخ به گور صاحب کسی که من ادب و رعایت کن یک چیز ساکن. ولی بعد از اینکه تو این کلاس ها، یعنی در واقع تو این ارتباط قرار گرفتم، دچار مشکلات شدید در مشکلات شدید روحی شده بودم. یعنی تو قبل از اون اصلا من مشکلی نداشتم. ما با این ارتباط هایی که داریم به شما میدیم از طریق عرفان حلقه، ما کاری میکنیم که اینها از بدن شما خارج بشن. و دلیل این که خب پدر شما مثلا دچار این حالت ها میشه یا این صداهایی که خودش در میاره، اینا همون کالبدهای ذهنی هستن. و پشت این جریاناتی انگشتا و ناخونایی که به طرف آدم ها میذارن، پشت این انگشتا و ناخونا، پشت اینا یه چیزای دیگه ای هست. واقعا به این نتیجه رسیدم که این اتصال و حلقه کاملا فراخوانی اجنه است به زندگی. ولی خب از لفظ شیطان اجنه استفاده نمی کردن. به قول معروف یه اسم علمی برای خودشون گذاشته بودن به اسم موجودات غیر ارگانی که افراد دچار ترس و وحشت نشن وقتی این اسم رو می شنوند. برو ببین، گوش بده، فایده نداره این فشار، ببین فشار زیاده. خب خب برو برو، داریم کمکت می کنیم. برو دنیای من، دنیای برو، تو پر دامنا نباشه. خب یک بار فقط برای یکی از دوستانم اعلام کردم که خودش خواست حلقه های تشعشع دفاعی، که همون حلقه هاییه که در واقع اجنه رو مثلا از وجود ما خارج میکنه طبق حرفای آقای که من الان نظرم اینه که وارد میکنه، اصلا خارج نیست قضیه، خارج کردن. برای این دوست اعلام کردم، ایشون همون شب صحیح و سالم بود، رفته بود خونه، اصلا کارش به بیمارستان کشیده بود. دخترم به اتفاقی دو تا بچه هاش اومدن بالا سرش و اینا، رفت دخترم بالای سرش، سرش رو گذاشت رو سینه مهسا و پنجه هاش رو فرو کرد تو پهلوهاش و بهشون گفت اتصال بگیر. پنج نفرم دیده بودن این حرکت ها. و خود مهسا وقتی که حالش یکم بهتر شد گفتم چی بهت گفت؟ من فکر کردم دارید میگه دعا بکن. گفت نه، بهم گفت اتصال بگی، اتصال بگی تا خوب شی. طبق تجربه که تو دوستام و اینا دیدم، همه میرفتن به سمت این حال خراب، وضعیت آشفتگی و به هم ریختگی که حالا بهش میگم بیرون ریزی دیگه، توجیهش میکنم به اسم بیرون ریزی. هرچی هم بیشتر از حلقا استفاده میکنم بیشتر حالشون بدتر میشه. یعنی علامهشون میده، بیتاب میشن، قش میکنن، آب از دهنشون میاد، بیهوش میشن، گریه میکنن، فریاد میزنن، جیغ میزنن، ولم کنین، اذیتم نکنین، بیچاره شدم. تو این دوره ممکنه حالمون بد باشه. حالا اینو خود آقای گفت 10 سال ممکنه طول بکشه، مثلا بیرون ریزی معلوم نیست چقدر طول میکشه. این بیرون ریزی ها رو حالا تا کی باید تحمل کنی؟ هیچ جواب واضح و روشنی به من نمیدادن. حتی اینجوری مطرح میکردن که در واقع استاد ما که خودش آقای 10 سال طول کشیده تا این برون ریزی ها رو انجام داده. حالا چه برسه که به افراد عادی که انقدر آلودگی دارن و انقدر با این موجودات و به قول معروف درگیر هستن، دیگه خدا میدونه که چند سال بخوام در واقع این برون ریزی ها رو انجام بدن. شاید هم تا آخر عمر باشه. دقیقا تو صحبتون که ما تا بهش گفتن خب برنامه زندگی ما چیه، تا کی اینطوری؟ گفتن ما تا کی نداریم، چرا نداریم. ولی تنها چیزی که از لحاظ جسمی خیلی داغونش کردن، کمر لخته، پا لخته، دست و پا لخته، برخاطری منظرت خواهم دستشویی، اصلا باید حتما پوشکش کنم، نمیتونم دستشویی ببرمش. و از لحاظ خوردنم بلعش خیلی خرابه، باید غذا رو بریزم تو دهنش تا بخورد، خودش نمیتونه قشنگ بخورد.
الان یکم با دست داشت جدیدن داره کار میکنه، کنترل دهنش نداره ببنده و کنترل دهنش دست خودش نه. پدر من در اصل این ارتباط هایی که میگرفت دچار یه بیماری جسمی شد که در طول یک سال این بیماری جسمی در واقع براش به سرطان تبدیل شد. دچار یه سرطانی شد که در واقع پزشکان میگفتن که این سرطان خیلی نادره، یعنی مثلا ممکنه 1 در 1000 همچی کسی به این سرطان مبتلا بشه. و پدرم هم بعد از مدتی علیرغم همه درمانهای شیمی درمانی و حالا درمانهایی که انجام میدادن متاسفانه فوت کردن. اگر یه کسی رو فرا درمانیده از دنیا میرفت، خب می اثر کرد، خانم اثر کرد. از الان چند وقت بود همینجوری مونده بود، خانواده‌اش ببین اثر کرد، پس اثر کرد. اگه خوب میشد اثر کرد، فوت میکرد اثر کرد. بچه‌م هم قرار بود یه جراحی بکنه، یه مشکلی داشت که باید جراحی میشد که تو کلاس گفته بودن که نه ارتباط بگیرین و ما همه براش اعلام میکنیم و انشالله درست میشه و خوب میشه. و تا رسید به سن 3 سالگی مشکلش هم برطرف نشد. دیگه دکتر به من گفت اگر که این عمل صورت نگیره بچه مثلا مشکل پیدا کنه، دیگه تایمش تموم شده. که ما اون عمل هم کردیم، خدا رو شکر عمل سنگینی هم نبود و بچه هم با همون عمل برطرف شد، خوب شد. مثلا من خودم کمردرد و این چیزای مشکلات معمولی که داشتم هیچ کدومش رو این فرادرمانی و اینا درمان نشد. ما در اینترنت به دنبال یک پزشک روانشناس میگشتیم که بیمارانی از فرقه حلقه یا همان فرادرمانی داشته باشد و نگاه یا نظری مستقل را نیز دارا باشد، که با نام بهزاد طریبه آشنا شدیم. بهزاد طریبه هستم، روانشناس بالینی و رواندرمانگر بالینی. بله حدوداً بین 5 تا 10% بیمارانی که با علائم سایکوتیک و نوروتیک وارد مطب‌های روان درمانی میشن، متأثر از شخصیت‌هایی هستن یا گروه‌هایی هستن که با ناآگاهی کامل در موردشون درمان‌های اشتباه و ناشایستی رو ایجاد کردن. من و مادرم و خانوادم خودمون که در از نزدیک در واقع حال پدرم رو میدیدیم، در جریان این مسائل بودیم، واقعا فرقه حلقه، عرفان حلقه رو واقعا مسبب تمام این بیماری ها و مریضی ها میدونیم، طوری که ما قبل از این مسئله هیچ مشکلی نداشتیم. آسیب هایی که در این روش وجود داره که در کیس های ما به خوبی مشاهده میشه، از جمله توهم ها، هذیان ها و علائم منفی که در روانپزشکی ازش یاد میشه هستش. این علائم مثل هذیان هایی که فرد احساس میکنه مورد تعقیب هست، هذیان گزند و آسیب هست، هذیانی که فرد احساس میکنه که در جسم خودش دارای یک ارگانیک غیر زمینی هست و داره در درونش زندگی میکنه و مدام باهاش در ارتباط کلامی هستش. شب وقتی میخوابم احساس میکنم 2 نفر میان بالا سرم، میگه که شما حضرت مهدی هستی. من وقتی دراز میکشم و میخوام بخوابم دچار این حالت میشم، احساس میکنم که آدم حالا آدم نمیتونم بگم، یه چیزایی از اون رد میشن، احساس میکنم کسی دیگه درون خودم داره راه میره. یادآور بودم با خدا که یه دفعه احساس کردم که یه صفحه جلوی من باز شد، همون موقع در اتاق من باز شد، شروع کردم با من صحبت کردن. تا قبل از اینکه این فرد که یک مشکل جسمی داشته، یه بیماری داشته، به عنوان یه بیماری جسمی خودش رو میدونسته، اینجا خودش رو دیگه یک جن زده و دیوانه هم فرض میکنه. این عملا روانیش میکنن طرف و یه مشکل روحی روانی بهش میده. توهم های عرض کنم که بینایی، توهم های حسی و توهم های شنوایی بسیار زیادی در این افراد هست. حتی ما پیش اومد که پزشکم رفتیم وسط های این داستان با ایشون، یه دوره قبول کردن که بیان پزشک، روان پزشک، گفتش که ایشون 2 قطبی شدن. یکی از دکترهای روان پزشک به من گفتش که خدا رو شکر که شما دچار توهم دیداری و شنیداری نشدید. خیلی از مریضای من میان تو همین کلاس عرفان حلقه شرکت کردن، رفتن و اصلا طرف توهم میزنه، یعنی چیزایی رو میبینه. یه خانومی رو پیش خودم حس میکردم حتی توی روز، بعد این خانومه همش میخندید، بعد من خیلی میترسیدم.
بعدش یه دونه انیکات گفتن بنداز و بعدش هم همش همیشه هر وقت میخوای دراز بکشی یه خانومی رو احساس کردن که این خانوم با شماست. نه کنارم میشست، کنارتون مینشست همیشه. بله. یعنی فقط شما میدیدین دیگه. بله. اون کنارتون میشست بعد میخندید. حتی یه بار بغل مامانم خوابیده بودم از ترس که مثلا من به ایشون بچسبم نترسم، بعد یهویی احساس کردم مثلا مامانم اون خانوم است. هیچ کدوم از ما دوست نداریم خودمون رو در اختیار افرادی قرار بدیم که از روش‌های غیر علمی و آزمون و خطایی ما رو درمان بکنن، و هیچ کس دوست نداره خودش رو شبیه یک موش آزمایشگاهی ببینه که داره درمان‌هایی به شکل آزمایشی روش اجرا میشه. از مردم خواهش میکنم که قبل از ورود به همچین ورطه‌ای حتما مشورت بگیرن و از روش‌های علمی درست قبلش استفاده بکنن. هنوز به ماهیت اصلی این عرفان حلقه و در واقع این فرقه حلقه پی نبرده بودم، یعنی خب مطالعی آنچنان در زمینه مسائل دینی نداشتم و در واقع آشنا نبودم و در واقع هرچی که اینها میگفتن و چشبسته و کورکورانه قبول کرده بودم و حالا به این نتیجه رسیده بودم که حالا اینا تا حدی دارن راست میگن و همچین چیزی درسته. در این روش مشاهده میشه که افراد با وعده گرفتن انرژی های متعددی که در کیهان وجود داره میتونن به اون درمان مورد نظرشون دست پیدا بکنن. به صورت علمی و آکادمیک انرژی وجود نداره که فرد بخواد از اون خودش رو مملو بکنه یا انرژی خودش رو به فرد دیگه ای بده. طوری شده بود که به هم ریختگی های ذهنی پیدا کردم، یعنی اصلا تمرکز روی درسم نداشتم و شبا تا صبح اصلا نمیتونستم بخوابم. کلا خوابای بد میدیدیم هر دوتامون، اصلا همسرم که قیافشم حتی تغییر کردم. حدود 3 یا 4 سال بود که من درگیر در واقع مشکلات عرفان حلقه بودم و به من اینجوری توجیه میکنن که اینها برون ریزی های تو هستش. طوری انقدر حالم بد شده بود که حتی حالتهایی به من القا میشد که انگار کسی به من القا میکرد که باید خودکشی کنی، یعنی هیچ راه نجاتی دیگه نداری. این حالتهای روحی به قدری برات سخته که تو نمیتونی از پسش بر بیای، پس تنها راهت خودکشیه. ببین من از جهنم میترسم. جهنم کجا بود؟ من نمیدونم، من میترسم فقط به خاطر این موندم چون من خودکشی کنم. من قراره از اینجا بریم به اصطلاح مگه قراره اینجا بریم جهنم؟ چند بار سعی کردم که تحت تاثیر این القاعات شدیدی که بودم حتی سعی کردم که خودکشی کنم. ما در طبقه بندی اختلالات روانپزشکی اختلالی رو داریم تحت عنوان جنون مشترک، مثل فردی که اسکیزوفرنی داره و همسری رو اختیار میکنه که اون فرد سالمه. بعد از مدتی مشاهده کردن که فردی که سالمه علائم اختلال اون فرد اسکیزوفرنیک رو به صورت ناهوشیار تقلید میکنه. به این مسئله میگن جنون جمعی یا جنون مشترک. ما این مسئله رو در عرفانهای مختلف این چنینی داریم، یعنی وقتی یک فردی داره تجربیات شخصی و منحصر به فرد خودش رو در مورد یک مسئله به شدت قریب مطرح میکنه، افراد دیگه هم احساس میکنن که بله، یعنی تو جو به اون مسئله قرار میگیرن، احساس میکنن که بله حتما یه چیزی هست که این فرد داره خودش رو به در و دیوار میزنه، حتما یه چیزی هستش که این فرد داره در مورد یه عالم دیگه‌ای صحبت میکنه، و اونها هم یواش یواش متوجه میشن که دارن انگار یه چیزهایی رو میبینن. ما در روانشناسی اجتماعی هم این رو تحت عنوان همنوایی اجتماعی مطالعه میکنیم، یعنی اگر شما به یک جایی خیره بشین و در اجتماع این کار رو انجام بدین، بعد از مدتی میبینین پشت سر شما چندین فرد وایستادن و دارن به اونجا خیره میشن. احساس میکنن وقتی شما دارین یه جایی رو میبینین حتما باید یه چیزی باشه و حتما شما هم باید اون چیز رو ببینید. اسمتون رو من میگین؟ میدونی داری اذیت هم میکنی. خب حالا یه خورده با ریخت خوشم نمیاد اسمم بهت بگم. خب حالا یه خورده اسمتون رو یه خورده با من همکاری بکنین، از بیوگرافیتون بگین، یه خورده همکاری بکنین. اسمتون رو بگین؟ من احمدم. احمد. احمد کی؟ دیگه حالا اونش بمانه. خب احمد سوسکی میگفتن به ما. احمد سوسکی. خب کی اومدی اینجا؟ نمیدونم، یه 10-11 سالی هست. 10-11 سال هست که اومدی. شما تغییر رفتار روی این خانم ایجاد کرده بودی یا نه؟ خب خیلی دلش میخواست مثل پسرها باشه، همه پاره پسرانه رو دوست داشت، شاغوزامندار و لاتی را رفتن و لاتی حرف زدن و
خب آره دوست داشت منم اومدم دیگه، دیدم اینم مال این حرفاست، گفتیم بز ما هم بریم. خب این در واقع کارنامه دوره پیش دانشگاهیم هستش که معدل و نمره های منو میتونید ببینید. در دوره دبیرستان دوره پیش دانشگاهی من دانش آموز رشته ریاضی فیزیک بودم، خیلی به درس علاقه من بودم و شاگرد ممتاز بودم. فیزیک 19.5، شیمی 1.19 و 25، حساب دیفرانسیل و انتگرال 19.75، فیزیک 2.18، شیمی 2.19.5. طوری که من نزدیک به 2.5-3 سال بود که در واقع از درس دور بودم، نتونستم درسم رو ادامه بدم. و نکته جالبی بود که وقتی من خودم دچاره خب حالت روحی بدی شده بودم، وقتی که به پزشک مراجعه میکردم به من میگفتن که شما چه مشکلی تو زندگیتون داشتین که وارد همچین مثلا جریانی شدین، وارد عرفان حلقه شدین. و افراد ساده دل و ناامیدی رو که پناه آوردن به این نوع درمان ها رو گیر میندازه و فرد احساس میکنه که این روش ها معجزه ای از سوی خداونده و میتونن به اون دست پیدا بکنن و اتصال پیدا بکنن به این هوشمندی که تا دیروز شاید به صورت خیلی واضح اون رو درک نمی‌کردن و به جد و به شدت اکیدن این مسئله رو نادرست و ناکارآمد می‌بینن. دختر من هم یه دختر تحصیل کرده، رشته روانشناسی درس خونده. انتظار نداشته باشیم اگر مستر استاد ما خودش روانشناسه یا اعضای گروه خودشون از تحصیل کرده های این جامعه هستن، ابدا توجیه نمی کنه وجود و دارا بودن شرایط محق بودن اون گروه رو. پیشنهاد می کنم افراد با دیدن افرادی که میتونن جایگاه ویژه‌ای داشته باشن در اون گروه ها تبلیغات رو نپذیرن و جذب اون گروه ها نشن. حتی تو این کلاس به ما میگفتن که به زیارت اماکن متبرکه نرین، یعنی امامزاده ها نرین، زیارت نکن. وقتی میپرسیم چرا، تو این کلاس به اینجا توجیه میکنن که اونجا پر از آلودگیه، یعنی خب اونجا دارن یه کاری انجام میدن، یه کتاب هایی هستش که اونجا خودشون حالا آلودگی جذب میکنه. چون شنیده بودم عاشورا رو قبول ندارن، زیارت عاشورا رو، مخصوصا به خاطر لعن و میگن لعنت کردن چیه. من بهش گفتم که مثلا من یه نفر یه بشر رو زمین اجازه ندارم بگم بر هر مل لعنت. همچنین سرخ و سفید شد که نمیخواست اون مجلس، تو اون مجلس که من اینو میگم باشه. اینجوری آقاله یا این آشنا دیگه میتوان امزا آشنا زور آشوراست و زور آشوراها فرصتی است که انسان با خود واقعیش روبرو شد و من نیز در این آینه خیشتن خیش را مشاهده می‌کنم و می‌بینم که امروز چقدر عجول هستند. خلق انسان عجول تا چقدر حریص هستند و سیری ناپذیر، هم خلق انسان عجول هستند و شکم بر من حاکم است و جز شکم خود چیز دیگری را نمی‌شناسم. اولئک کلنام بلهم ازل. جمله اولئک کلنام بلهم ازل رو شما از سوره اعراف رو بردید. در سوره اعراف آیه 179 پنج خط، نصف خطش نیست، آیه اینه: به حقیقت آفریدیم برای دوزخ بسیاری از جنیان و آدمیان که بر ایشان را دلهایی که نمی‌یابند به آنها و بر ایشان چشمها که نمی‌بینند به آنها. میگه اینها شبیه چارپا هستن، اولا که کلعنان بر هم ازد. آخرش هم می‌فهمد که اولای که همون غافلون. چه چیزی شما در زور عاشورا دیدی اومدی این عبارت رو برداشتی عزاداره امام حسین رو چارپا کردی؟ خلق الانسان عجولا و خلق الانسان حلوار از کجا آوردی؟ من راجب خودم گفتم که من حلوان حریصم. خب من راجب خودم حرف دادم، حالا اصلا از کجا آوردیمش هم تازه مهم نیست. خب حالا عده دارم پیدا میکنن شما مایر فهم خلق الانسان حلوا و خلق الانسان عجولا رو از کجا آوردی؟ خالق الانسان. نه نه از شما در نه سوال نه. خب دارم پیدا میکنم. نه شما از کجا آوردی تو آینه عاشورا؟ اصلا ما چنین آیه تو قرآن نداریم، اصلا نداریم، اصلا چنین عبارت ما تو قرآن نداریم. لباس سیاه نشانه است بر شریک جهان بودن. این تعریف از کجا آمده؟ کی چنین تعریف رو کرده؟ در طول تاریخ کی تعریف کرده؟ بخونید تاریخ اسلام رو. امام جعفر سلام الله علیه، امام رضا سلام الله علیه، من خونه‌شون سیاه نمی‌کشیدن، شهید جون بودن.
در ادامه می‌بینیم در مقابل استدلال‌های منطقی منتقد فرقه حلقه به جای پاسخ تهدید می‌کنند. زنگ زدم که آقای این جریان شما نرید دنبال این قضیه. آقای ظهری به من زنگ زد منو تهدید کرد. دستوری ساده میگفتن که نمیذاشتن زبان مردم جاری بشه. نیازی نیست، ما ارتباطی به اسم مثبت دو داریم، همین که اعلام میکنی برای طرف کافیه. که بعد از اینکه حالا من دور تموم شد و مخالف شدم و دیگه پایان‌نامه‌ام پاره کردم و مسائل، ببین حضرت علی چی میفرماید؟ میفرماید نماز شیطان از انسان دور میکنه. از وقتی که من حالا شروع کردم هم صدقه بیشتر میدادم، همین که اون در واقع کتابای مفاتی قرآن خوندن و در واقع نماز اول وقتم رو که در واقع انجام میدادم، احساس میکردم که خیلی حالم بهتر میشه. چون خیلی هم سفارش شده که آیت الکرسی رو با دست خودتون در واقع بنویسین و اون تأثیر و اثرش وقتی که فرد آیت الکرسی رو با دست خودش مینویسه خیلی بیشتر هستش. ما بیشتر میبینیم شبکه شور کیهانی پررنگ میشه، یعنی اونقدی که نام شبکه شور کیهانی برده میشه نام خدا برده نمیشه. در واقع من سعی کردم این کارها رو در واقع برعکس کنم، یعنی هرچی بیشتر به زیارت میرفتم احساس میکردم که خب آرامش بیشتری پیدا میکنم، حالم بهتر میشد. وقتی که نماز میخونم با اینکه خب دچار حمله میشدم، آزار و اذیت زیادی میشدم، ولی استقامت میکردم و سعی میکردم که هیچ وقت در واقع نماز اول وقت رو ترک نکنم و به مرور زمان احساس کردم که حالم واقعا داره روز به روز بهتر و بهتر میشه. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان به طور مسلم دشمن شماست، شما نیز او را دشمن خود بدانید. شیطان پرستان نه تنها شیطان را عدو و دشمن نمی دانند، بلکه می گویند چون شیطان به کسی جز خدا سجده نکرد قابل احترام و ستایش است. حال ببینیم فرقه حلقه یا همان عرفان کاذب شبکه کیهانی چه می گوید. اینا اصلا اصلی کارشون شیطانیه، چون خود می داره میگه شیطانیه موحده، میگه به خاطر اینکه به انسان سجده نکرده موحده، یعنی تنها مخلوقی است که جز بر خدا بر هیچ چیز دیگری سجده نکرده، یعنی به سمت من دون الله نرفته. درست شد نه؟ بعد اونجا بهش گفتن که جز بر من بر کسی سجده نکنی، بعد اینجا گفتن که به اسم الله به ملائکه سجده آدم فسجدوا، گفتن ملائکه سجده کنید، همه سجده کردن، این سجده نکرد. شیطان تنها موحد بارگاه الهی است. در حدیث شیطان پرستیه این دیگه، این کار اینا، یعنی تعریفی که آقای در رابطه با ابلیس داره خود ابلیس قبول نداره. یعنی قرآن خداوند از زبان ابلیس میگه، میگه تو چرا سجده نکردی؟ میگه که من از آتشم، این موجودی که تو به عنوان آدم آفریدی از خاک، من سجده نکرد. قال انا خیر من طین. ابلیس گفت من از او یعنی آدم بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. ولی آقای میگه نه اینطور نیست، ابلیس میخواست خدمت کنه به آدم. خب این نقض میشه دیگه. و این یکی از انحرافات عرفان حلقه هست. جلساتشون اصلا با بسم الله شروع نمی کنن، اینا میگن به نام بی نام او. آخه او کیه؟ او باید اسم داشته باشه. و ادعا میکنه که خداوند نام نداره، خداوند صفت نداره، و برای توجیه اون آیاتی رو از قرآن گزینش میکنه و یا دائم عبارت سبحان الله عما یصفون رو به کار میبره
و میگه خداوند از هر صفتی پاک و منزه هست. در صورتی که اگر به قرآن مراجعه کنی، این عبارت در مواردی مطرح شده که مشرکین برای خداوند فرزند قائل شدن و خداوند از این صفاتی که مشرکین و کفار به خداوند میدن خودشو پاک و منزه دونسته، نه از اسما و صفاتی که خداوند خودش برای شناخت خودش در قرآن به کار برده. در واقع با این توجیهات و با ایجاد این ترس ها برای افراد، اونها رو از قرآن، از بکار بردن نام خداوند دور میکنن. اونا میخوان کسی متوجه نشه کیا میگن، ولی اونا تو نظری خودشون همون شیطانه. اینا میگن ما باید به شیطان به صلح برسیم. در وسایل کشف شده از منزل سرکرده فرقه حلقه در لحظه دستگیری، علاوه بر کتاب‌ها و جزوات انحرافی، مشروبات الکلی، تلسم‌های فراوانی از فرهنگ‌های مختلف کشف و ضبط کردید. اما آنچه که تعجب گروه ما را بسیار برانگیخت، تلسم مخصوص شیطان پرستان بود. شده از جلسات و نشست‌های خصوصی و محرمانه سرکرده فرقه انحرافی حلقه با اعضای اصلی این فرقه، نشان از تلاش جهت ایجاد فتنه و انحراف آرام در اعتقادات دینی و مذهبی مردم دارد. آنها معتقدند که پیامبر عظیم الشأن اسلام نفهمیده چه نوشته و آیات قرآن با یکدیگر در تضاد می‌باشند. مشکل در موضوعاتی که تو قرآن به نظر من مطرح است که تناقض تو خود قرآن وجود میاره، نه کار ما نمیتونه تجسم کنه. پیغمبرم اینا رو قشنگ دیده، منتها چون برای خودش خیلی واضح دیده همینجوری گفته. بله نه، در واقع اون که نه، اون که در واقع این ماجرات اون نوشته دیگه، نمیدونه که چی نوشته. تو دقت میکنی؟ نمیدونه که در واقع بابا من وقت ما مثلا شما خودت درک میکنیم، شما خودت مینویسی، من یه کلیت میاد، کلیت رو حالا یه میخواد پیادش کنی، یه دفعه ننشیستی به سازی که مثلا و خدا گفت فلا موسای حرفا نوشتی و خدا گفت پیامبر، یا داری حرفی رو به دروغ از طرف خدا میزنی. ببینیم من میخونم الان و خدا گفت من همه جا با شما بودم هستم و خواهم بود. و خدا گفت من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود، حتی در جهنم شما رو تنها نخواهم گذاشت و همراه با من وارد آنجا شده و من هستم که شما را از آنجا عبور میدهم. بدون مرگ و جهنم ما هرگز به یک دیگر نمیرسیدیم و حداقل من عاشقی ناکام باقی میماندم و شما در نیازمندی ابدی. خدا با شما میاد تو جهنم و میاد از اونجا عبور میده. شما شیطان الان داره میگه الله. ببین من در این مورد یه جرقه برام زده شده، یه جرقه خیلی زده شده، یعنی همون وحی دیگه. ما بعضن افرادی رو میبینیم معتقدن که بهشون وحی میشه. در بیمارستانهای روانپزشکی اینا بسیار زیاد وجود دارن. طبق نظریه های روانپزشکی و نورولوژیکی این افراد ساختارهای مغزی معیوبی دارن، ممکنه بعضن از عقاید و هذیان‌های بزرگمنشی برخوردار باشن که یک اختلال روانپزشکی است. شما در بیمارستانه روانپزشکی اگر سری بزنید، حتی به عنوان یک ملاقات کننده، متوجه میشین که افرادی هستن که در کشور خودمون خودشون رو امام زمان معرفی میکنن، خودشون رو پادشاه یه مملکتی معرفی میکنن. واقعیت قضیه اینجاست که من هیچ اطلاعاتی در زمین عرفان کلاسیک و متون مذهبی ندارم و همونطور گفتم جز پیچ و موره چیزی نمیشناسم.
امام زمان هستم، پیامبر بسیار محبوب خدا. یا اله العالمین. کل دستورات اسلامی مدلش عوض شد. فرقه انحرافی حلقه تفکر خود را برتر می دانند، علارغم این که می دانند تفکر آنها ارتداد به همراه دارد و مقرر می شود سرکرده این فرقه این اتهامات را در قالب مقاله و انحراف آرام ترویج کند. ما می شیم مرتفع، اما اگر که با اون روش که شما رفتید به قضیه که بویش عرب، بویش شنیداری خیلی ظریف اینو یواش یواش در قالب مقاله یه دونه بندازید، دوباره بعدی یه دونه یواش یواش، چون ما مشکلی که الان با مخاطبمون داریم اینه. میتونید این عنوان مقالتون بنامه مثلا آقا همونطور که تو مشکلی که الان خودتون هستین دارید، مشکلی که با مخاطبمون داریم و بعد از اینا بیشتر میشه اینه، مگه نه اینکه قرآن مخرجه؟ پس چرا اینو اینجا نگفته؟ ما اول اون مخرج بودن همه جانبه قرآن رو از روش، من هم یه مقاله می نویسم برای اون ویژه نامه ناظر در قرآن. مقاله است در مورد این کتاب شما چاپش کردید؟ تخصص نداری تو هم نداری با. من ندارم آقا اینه. نوشته بود یعنی اینجوری آبا دیده معصوم. یه سری آیه ها رو میان استفاده میکنن برمیدارن، یه سری آیه هایی که به نفعشون نیست که انه نازل نشده. من در این مورد یه جرقه برام زده شده، یه جرقه ذهنی زده شده. یه جوری شد که رفتم منزل آقای تا به خاطر اینکه شوهرم آگاهی براش اومده بود، خواب دیده بود یا مثلا الهام شده بود که قرار نفر دوم مجموعه بشه، یعنی مثلا بعد از آقای ایشون مهمترین آدم. بعد همونجا اون روزی که یکی از روزایی که ما اونجا بودیم آقای توی از زندان تماس گرفتن، به خانمشون گفته بودن که برای من کتاب افسون حلقه رو بیاد. بعد من یاد این حرف آقای توی افتادم که میگفتم من اصلا کتاب نمیخونم، من اینا همه بهم الهام شده. خب اگه کتاب نمیخونم پس چرا تو زندانم دارن سفارش کتاب میدن؟ خانم من یک کتاب آوردی جا، مجله آوردی جا، یه حتی کنه که من مطالعه کنم، یه دونه شما با ایشون با کلی ماجرا این افسون حلقه من داد. خورد این چیزایی که از خانواده ایشون و بعد از خود رفتار شخصی تو زندگیشون و اینا به چشم خورد و شنیدم، کاملا دیدم همه دروغه، پایه همه اینا دروغه. متوجه دروغ بودن این در واقع عرفان حلقه شدم. خب حالا شما تا حالا اصلا خودت یه دور قرآن رو خوندی؟ نه نخوندم. من میشه نخونده باشه خوندم. من که شما میدونید واقعا من اون یه دور قرآن رو نخوندم. خب هنوز یه دور مثلا نشسته باشم بگم قرآن بشیم مثلا چه خبره نخوندم. من کجا بدونم این اصلیه؟ اون وقت خدا گفت یعنی چی؟ و خدا گفت و من که می نمکنتون تموم شد و خدا گفت من همه جا با شما بودم، من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود، حتی در جهنم نیز شما را تنها نخواهم گذاشت.
شماره مورد لگر میذارم تمام اینا رو داغون میکنم. این نشوندنده ضعف شماست دیگه. اگه نما که داریم کاملا محترمانه و بر اساس سندهایی که از شما داریم سوال میکنیم، هیچ پاسخ قانع کننده نداره شلوغ میکنیم. من همسرم هم تو حرفاش به هم میگفتش که چرا ما باید مثلا متعهد باشیم بهم این حلقه ازدواج چیه؟ استاد میگه حلقه بندگیه فلان. حلقش هم در آورده بود حلقه ازدواجش. خلاصه دیگه از اون به بعد ما کلن سیستم زندگیمون اصلا رفت به سمت جدایی و سه ماه ایشون نبودن و بعد فرار کردن با این خانوم و رفتن و مثلا این خانوم 4 تا بچه داشت، پسرش همسن من بود، دخترش ازدواج کرده بود داماد داشت. از خونه جدا شدم و جدا شدم که دیگه جدا هستم، الان حدود نزدیک به 3 سال و 2 سال و نیم جدا هستم. دخترم طلاق گرفته اومده خونه ما، دخترش هم ورداشته و برده خونه ما. من فکر میکردم فقط مشکل همسرمه، ولی اینقدر رفتم توشون چرخیدم و از خانم تا و دوستان دیگه دیدم، میبینم خیلی زندگی ها اینطوریه. چندین مورد طلاق دیدم که همه هم شبیه هم، یعنی همه حالتهای مشترک دارن، همه حرفای مشترک میزنن، دقیقا مثل یه آدم ویروسی شده، مثل یه آدمی که یه بیماری خاص با علائم مشخص گرفته باشه. متاسفانه یکی از آسیب‌های این فرقه‌های انحرافی سوء استفاده‌های جنسی حتی با زن‌های شوهردار می‌باشد. خیلی شوکه بزرگی به من وارد شد، یعنی تجربه‌های نجات یافتگانه که وقتی خوندم تازه متوجه شدم که من چه فریب بزرگی خوردم، من و خانواده‌ام در واقع چه فریب بزرگی رو در زندگیمون خوردیم که به اسم عرفان وارد چه جریان انحرافی شدیم. توصیه‌ای که به کل جامعه و به همه دارم، به همه، هم مسلمونا هم مسیحی‌ها، به همه، چون اینا تمومی فرقا را تمومی مذاهبا دارن درگیر میکنن، گوله این فرقا را نخورن. هستی من از دستم رفت به خاطر پله اول تا و مسترهاشون و زندگیمون پاشیده شد. وضعیت ما هم که اینطور همه چی با خودمون، پسرم که الان 4 سال گذشت و اصلا در مجموع شد 10 روزم سرجم اصلا پدرشو درست نایده باشه. شکایت میکنم از کی؟ از کسهایی که عزیزترین کسی منو از من گرفتن، یعنی باعث نابودی عزیزترین کسای من شدن. من اینو نابودی میدونم بر اونا. این عکسای محصولی که من دارم میبینم بل. خیلی دختر زیبا و قشنگی بوده، مثل هنرپیشه‌های سینما بل. واقعا بله، خیلی چهره قشنگی داشته. بله، خواهانم خیلی داشت، خواهانم خیلی داشت، به خاطری هم زیبا و هم قشنگ، هم خیلی اجتماعی بود. بله، هم خیلی با خدا بود، خیلی دختر مهربونی. بله بله، و هم در دانشگاه خیلی موفق بوده، میخواست فوق لیسانس بخونه، به خاطر همین بیماریش نشد فوق لیسانسش رو بخونه، بعدم که اینا به این روزش انداختن که الان به این وضع رسید. بچه رو به ازدواج بودن؟ بله، خواستگارم داشت. اینا رو هم که من به خاطر ورزش کردم بالا سرش اینجور کردم. مامان این اینایی که بهت انرژی دادن دا، اگر هم تو سر کردشون دستگیرشون کنم، خیلی چی کارش کنم؟ اعدام برای همچین شخصی به نظر من کمه، چون آسیب‌هایی که به افراد وارد شده خیلی بیشتر از این هاست. هرچی هم بیشتر جلو میرفتم میدیدم سوالام بیشتر داره میشه و ایراد مثلا به نظرم میومد توی مباحث. در مورد ماهیت این ارتباط وقتی سوال میکردیم ما جواب سوالمون رو نمیگرفتیم. من جواب دادم 6 سال جواب دارم، شما الان برای تقاضا میکنم که در واقع قوانین سفت و سختی رو وضع کنن برای بستر عرفان حلقه، جلوی کارشون رو در واقع بگیرن، چون این آدم میتونه زیرزمینی فعالیت میکنن و اینکه در واقع داره افراد بسیاری رو در واقع در این زمینه هر روز بیشتر داره قربانی میگیرین عرفان حلقه.